در میان واکنش های صورت گرفته نسبت به مرگ فریناز خسروانی، قطعنامه ای بود که در پایان تجمع دانشجویان دانشگاه یاسوج انتشار یافت. در بخشی از این قطعنامه که دوشنبه گذشته منتشر شد، بر محکومیت هر گونه تجاوز و خشونت علیه زنان و محکومیت قتل فریناز خسروانی به شدت تاکید شد. بعد از تجاوزهای زنجیره‌ای و گروهی در کرمان و خمینی شهر و مشهد، الناز بابازاده در تبریز، زهرا بنی عامری و ریحانه جباری در تهران، دختران چاقو خورده در جهرم و زنان قربانی اسید پاشی در اصفهان، حال نوبت فریناز در کردستان بود. این خشونت نظامیافته و اتوریته مردانه حاکم که زن را اسیر، برده و تجاوز شده می‌خواهد، دیگر امری غیر قابل انکار است. گفتار این هفته نگار محسنی به اعتراضات مردم مهاباد نسبت به مرگ فریناز خسروانی اختصاص داره. جمهوری اسلامی در جهت مهار اعتراضات مردم همه ابزارهای ممکن رو به کار گرفت و تلاش کرد دلایل، زمینه‌ها و نتایج اعتراضات رو وارونه نشون بده. ولی نفرت شدید مردم از این حکومت و نیروهای سرکوبگر اطلاعاتیش و افزایش امیدبخش حساسیت‌های اجتماعی نسبت به نقض حقوق زنان رو نتونست و نمیتونه پرده پوشی کنه. واکنش اعتراضی مردم مهاباد نسبت به مرگ فریناز خسروانی جمهوری اسلامی رو وادار کرد تا در وحشت از کشیده شدن اعتراضات به سایر مناطق کردستان همه ابزارهای خودش رو به کار بگیره. وعده نخنما شده بررسی و مجازات مجرمین حادثه از سوی مسئولین قوه قضاییه، استقرار یگانهای ویژه در مراکز عمومی در مهاباد و ورودی های چندین شهر دیگه کردستان، دستگیری های گسترده معترضان، از کار انداختن اینترنت و ایجاد اختلال در شبکه های تلفن برای مقابله با خبررسانی آزاد، بسیج عوامل رژیم در شبکه های اجتماعی برای پخش ضد اطلاعات و تحلیل ها و گزارش های انحرافی و بالاخره ترور شخصیت و اتهام اخلاقی به فریناز خسروانی، همه به موازات هم از طرف حاکمیت به کار گرفته شد. اما به کار گرفتن همه این ابزارهای سرکوبگرانه نمیتونه دو حقیقت درخشان رو که اعتراضات مردم مهاباد نشون داد پنهان کنه. مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی و عملکرد نیروهای امنیتیش به شدت نفرت دارند. به حدی نفرت دارند که هر وقت و هر جا که کمترین امکانی پیدا کنند و کمترین فرصتی رو فراهم ببینند، سعی میکنند این خشم و نفرت رو آشکارا به نمایش بذارند. جمهوری اسلامی حتی اگه 100 تا روایت بر سر جریان سقوط منجر به مرگ فریناز خسروانی در هتل تارا جعل کنه که مردم گیج بشن، باز هم نمیتونه واقعیت روشن و انکارناپذیر خشم و بیزاری مردم از این نظام و از نیروهای سرکوبگرش رو پنهان کنه. سوابق جنایات نیروهای امنیتی و سرکوبگر این رژیم و حمایت‌هایی که حاکمیت برای جلوگیری از مجازات این افراد صورت داده، روشن‌تر از اونه که جمهوری اسلامی بتونه با ترور شخصیت از چنگش فرار کنه. اینجا اگه زن یا دختر جوونی در مقابل مأمور امنیتی از خودش دفاع کنه، مثل ریحانه جباری، چند سال باید توی زندون بمونه و بعد هم اعدامش میکنن. اگه مثل فریناز خسروانی برای دفاع از خودش در مقابل مأمور امنیتی بخواد فرار کنه و جونش رو هم تو همین راه از دست بده، اتهام اخلاقی بهش میزنن. یعنی در مقابل مأمور امنیتی اگه اراده به تجاوز باشه، راهی وجود نداره جز هزینه سنگین چون جون آدمی. خب البته زیاد هم احتیاج به آوردن نمونه هایی از این دست نیست. مگه جوانایی که در تظاهرات سال 88 گرفتن، اهم از دختر و پسر، در زندان های جمهوری اسلامی بهشون تجاوز نشد؟
در مرگ فریناز خسروانی در ابتدای قضیه سعی کردند طبق معمول قضیه را بندازن به گردن رسانه‌های اپوزیسیون خارج از کشور مثل موضوع اسیدپاشی‌ها و بعد حربه‌های دیگری را به کار گرفتند تا اعتراضات به حق مردم رو در هم بشکنند. مورد دوم که از جهاتی حتی مهمتر از اولیه که الان گفتم آتش فشانیه که زمین زیر پای این نظام رو لرزان کرده و آن مطالبات و مبارزه زنانه. جمهوری اسلامی به هزار ترفند در همه زمینه ها یک جنگ موذیانه ضد انسانی برای به عقب کشاندن زنان، خانه‌نشین کردن زنان و در هم شکستن کرامت و استقلال و شخصیت زنان راه انداخته. حقوق و موقعیت زنان عرصه ایه که در آن چهره داعشی مسلکانه رژیم قرون وسطایی حاکم بهتر از هر جای دیگه دیده میشه. اما جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در سرکوب زنان تلاش کرده شکستش در برابر زنان عریان‌تر شده و با شورش دامنه‌دارتری روبرو شده. جامعه ایران دیگه بردگی و بیحقی نیمی از شهروندانش رو نمیپذیره و در هر مجالی بهش واکنش اعتراضی نشون میده. نزدیک به 4 دهه سرکوب ممتد به جای اینکه خواسته برابری جنسیتی رو عقب بزنه یا جدایی دین از دولت رو ضعیف کنه به چنین خواستهایی عمومیت بیشتری داده. جامعه ایران در برابر اسیدپاشی خاموش نمیمونه، در برابر تجاوز جنسی سکوت نمیکنه و نسبت به آزار زنان با هر ابزاری که در دست داشته باشه واکنش نشون میده. شورش مردم مهاباد علیه تجاوز یک مأمور امنیتی به دختری که در هتل تارا در این شهر اعتراضی آشکار به بیحقی زن و نگاه رذیلانه حاکمیت اسلامی به زنه. جمهوری اسلامی با ترور شخصیت فریناز خسروانی، با روایت سازی های کثیف و زن ستیزانه درباره اون نمیتونه چهره امنیتی های متجاوزش رو از کانون توجه افکار عمومی بیرون ببره. نمیتونه حق مردم در اعتراض علیه جوهر داعشی مسلکانه درک این نظام از حقوق و جایگاه زن رو انکار کنه و نمیتونه رابطه میان این درک و جنایات روزمره علیه زنان در سراسر کشور رو از ذهن مردم حذف کنه. سراپای این دستگاه جهنمی پر از آدمکشان، شکنجهگران، برادران قاچاقچی، متجاوزان جنسی و انسان نمایان توهی شده از انسانیت که رفتار بر اساس غرایز پست و حیوانی با زنان و نیمه انسان انگاشتن زن جوهر مشترک رفتاری و عقیدتیشون رو تشکیل میده. مردم ایران به تجربه میدونن که تا نظام جمهوری اسلامی هست تحقیر و سرکوب زنان وجود داره، اسیدپاشی به زنان وجود داره، مجازات زنان به خاطر دفاع از خود در برابر متجاوزان جنسی که جزو برادران گمنام امام زمانشون هستن هم برقراره.